سپاس از همراهیتون آقای مهدوی آزاد تحصان های دانشجوی اعتراضاتشون و پیوستن اساتید به اونها تو این مقطع از اعتراضات که در آستانه دو ماه شدنه چقدر اهمیت داره؟ بعد ببینید یادتون باشه به جنبش دانشجویی که صحبت میکنید یا دانش جوان دانشگاه که صحبت میکنید راجبه یک پدیده خاص و حساس صحبت میکنید همه جای دنیا به ویژه در ایران اول بگم درسته جمعیت ایران کمی پیر شده جمعیت دانشجویان کم شده مثلا 5 سال پیش بوده 4.5 میلیون ما دانشجو داشتیم اما همه الان حداقل 3 میلیون و 200 هزار دانشجو در ایران هست یه رشد بادکنکی داشته ایران 2500 دانشگاه در ایران وجود داره که تعداد که دولتی هست بعد میشه آزاد علمی کاربردی پیام نور و و غیره و تازه این تعداد دانشجو تعداد دانشگاه و دانشجو شما بذارید کنار اینا در شهرهای مهم وزنی، شهرهای بزرگ وزنه مهمی هستن در همین تهران در استان تهران ما بیش از 8340 هزار دانشجو داریم خیلی عدد بزرگی 8340 هزار یعنی چند شهر ایران هست فقط دانشجویانی که در تهران هستن تازه این رو شما واسه بکنید به حدود 15 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه که در واقع یه جور حرف همو میفهمن و دبیرستانی ها کار همو میفهمن من یه بار گفتم چند دهه قبل در جریان سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران دانشجو کشته شدن هنوز که هنوز 16 آذر یه روز دانشجو در واقع روز دانشجو اثرگذار اعتصاب دانشجویان اینکه سر کلاس نمیرن و مخصوصا پیوستن اساتید این این موضوعی نیست که حکومت بتونه باش راحت مقابله کنه میدونید دانشجویان رو اگر بازداشت بکنن یک موج بزرگ خواهد بود محاکمه کنن موج بزرگ خواهد بود نذارن درس بخونن ستایدار بکنن تو ایران دیدین دوباره موج بزرگ خواهد بود مثل دانشگاه شریف ممنوع الورودشون بکنن راشون ندن دوباره یه موج بزرگ حکومت خیلی سخته براش نمیدونه چی کار باید بکنه برای واقعا نیستش که همه جای دنیا جنبش دانشجویی اثرگذاره چیزی که دانشجوها خیلی چیزی برای باختن ندارن فعال اقتصادی که نیستن کاسب که نیستن پیشرو هم هستن برای این اینو میخوام بگم اساسا در همه جای دنیا جنبش دانش یک از موتورهای اصلی انقلاب هاست در انقلاب مهسا 1401 هم شما اگر نگاه بکنید به یقین یکی از کانون های اصلی انقلاب دانشجویان هست سرکوبش هم سخت شجاعتشون هم بسیار بیشتر درست در همین اسنا که جرأت و مردم بیشتر میشه تداوم اعتراضات و گستردگیش بیشتر میشه ما شاهد این هستیم مقامات جمهوری اسلامی کمتر در اماکن عمومی دیده میشن یا سخنرانی رو صورت میدن چرا نشانه چیه مخصوصا اینکه بخوان بیان تو دانشگاه و دانشجو رو توجیه بکنن مثلا بله بخن... از... همین آقای علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت شروع کرد دسته دانشگاه ها سخنرانی کردن بعدم ادعا کرد که باید من عقب نمیرم خب ببینید اصلا یکی پس از دیگری افتضاح شد یعنی شما از حتی به دانشگاه قم دیگه واسه سوم دانشگاهی که رفت بعد از خواجه نصر دانشگاه قم بود در دانشگاه قم من به قول خودشون ام القرا یا نمیدونم فرق شیعه جعفری اساسا اونجا درس پاسان روحانیون مرتجع حکرانی میکنن قلم اون هست. توی اون دانشگاه هزار تا دانشجو جمع شدن و بعد تدریج دخترها چیکار کردن و شعار زن زندگی آزادی و بعدم هم جلسه کنترلش رو از دست دادن به حیثیت نمیمونه یه مسئله هم هست ببینید حکومت دریه پروپاگاندای دیگه میکنه شما همین حرفا سخنرانی آقای خامنه‌ای رو ببینید میگه این معترضین یا فریب خوردن یا کماندوهای دشمنن جاسوسن بعدش هم همه اعتراضات هم که اصلا توته است خب میرن توی دانشگاه ها میبینن در دار... اینجوری دیگه نمیتونن میدونن راستش بخیر نمیتونه پنهان کنه نمیتونه بپوشونه و پس لرزه هم بسیار مهمتر هست برای یکی از دلایلی که اساسا ترجیح میدن الان مقامات دولتی دیگه وارد این بحث نشه کسی رو نبینن همین هست که خشم عمومی است که دیگه نمیپذیره دروغ و فریب رو نمیپذیره سوالات رو هم مقامات نمیتونن جواب بدن حتی همین امثال این تون روی حاکم خیلیشون انتقاد دارن میدونن این وضعیت حکومت وضعیت اسفناک نمیتونن حرف بزنن مجموعا میخوام بگم شاید که ترجیح میدن یا سرشون مثل زیر برف بکنن یا فرار بکنن آقای مهدوی آزاد از تمام ابزار سرکوب هم استفاده کردن دیدیم که ویدوش رو سوار نظام به اصطلاح میارن توی خیابون چرا نمیتونن ذره ای اعتراضات رو حتی کنترل بکنن ولی این اولین بار در جمهوری اسلامی چنین اتفاق افتاده میدونی هیچگاه نبوده که از هشت هفته حکومت تمام تلاش رو بکنه نتونه اعتراضات رو بخوابون یا حتی آرومش بکنه به همین خاطرم هست که همه دیگه میگن که نه اعتراض نیست که انقلابه میدونید یک نکته این هست یک نکته دیگه که وجود داره این هستش که هر سال که گذشته اوضاع خرابتر شده الان وضعیت وضعیت است که از نظر اقتصادی اجتماعی سیاست خارجی آبروی ایران میدونید تو هیچ حوزه ای ایران که چیزی برای گفتن نداره مدام این نمودار اومده پایین از ذره فقر مردم مدام فرق فقیرتر شدن قدرت خریدشون پایینتر شده حکومت مدام زورگوتر شده استبداد بیشتر شده اینترنت بیشتر بسته تضرات هم بیشتر شده این چیزی نیست این تضرات چیزی نیست که به سادگی قابل حل باشه اشتباه بزرگ دیکتاتوری مثل مثال خامنه این هستش که کاری میکنن که مردم به نقطه میرسن که دیگه چیزی برای باختن ندارن این اشتباه بزرگ به همین خاطر هم از دیکتاتورهایی که میخوان حکومت بکنن یه جوری رفتار میکنن که حداقل مردم راضی باشن یعنی دیگه حداقل زمینه از یه جهاتی یه, یه, کاری میکنه الان مثلا تو کسی کشور عرب شما میرید تو چین میرید نه دیکتاتوریه خیلی جا میبینید ولی باز میرید اونجا میبینید اونجا وضعیت اقتصادیش خوبه یه جا میبینید آزادی اجتماعی داره آقا تو هیچ چیزی نیست نه وضعیت اقتصادی نه وضعیت اجتماعی هیچ کاری نمیتونید بکنید مجبورین شاید در نظر بگیرید میدونید مثل آدمی که گرسنه است شما آدمی که گرسنه است رو حالا شاید بتونید بندازید زندان دیگه نمیتونید یه کاری بکنید که بگه من سیرم بنابراین هر کار هر جتا اگر بزنیدش و مجبورش یه گوشه بشینه به محض اینکه کمی ازش دور بشه دوباره بلند خواهد شد میگه من گرسنم